تو چای کنده در دل که خلقی را براندازی به به نمی ترسی از آن چایی که خود را در میان بینی؟ داری یکان خاطره از نان بختن که فکرت یکان جای دیگه بوده باشه و نانا را مکمل آتش زده باشی و سخته باشه نانا از پیشن واز که نانای تا ببینیم که نانای چه قسم از دانه چند میفروشی نانا را؟ 20 افغانی. خب فعلا چند تای نانات مانده؟ میشه حساب کنی؟ اینال ماسایی تا واز میکنی که ما ببینیم؟ واز که ببینیم؟ و بیننده های عزیز ببینه. خب صرف و فروش میرسانی و ماسایی تن فکر کنم که تازه هست. برام یاد خداوند بزرگ و مهربان سلام و وقت همه شما بیننده های عزیز بخیر. امید میبرم که در هر گوشه و کنار که هستین دارای صحت عافیت باشین. بیننده های عزیز ما بازم آمدیم، خواستیم یک برنامه از طریق چنل یوتیوب بدخشان پلاس براتون تقدیم کنیم و در ناحیه ششم قرار داریم، البته در بازار ناحیه شش و در بازارچه دشت قراخ و قرار است که امروز اینجا رو براتون به تصویر بکشیم. قسمی که شما در تصویر میبینین ناحیه شش هم بازارش البته تبدیل به یک شهر شده، کاملا که جمع جوشی هست و انشالله که با ما همراه باشین تا آخرین دقیقه از برنامه ببینیم که در بازار دشت قراخ چی چیزا پیدا میشن. و اینمی طرف میریم و فکر کنم که اینجا نانوایا هست و صاحب نانوایی کی است؟ البته نانوا. خب امی نانو از کی است؟ صاحب نداره؟ خب از این طرف دور بخوا. نام تا بگو؟ احمد فرات. احمد جان چرا از ما فرار میکنی؟ راحت باش، هیچ گپی نیست، بگو که نانوایی خودت است؟ البته نانا از خودت است؟ آه. خب کجا زندگی میکنین؟ دمی دشت خراب. خانه همیجا هست. روزانه چند دانه نان میری بفروش؟ 40 تا 35. 40 دانه رو باز خلاص میکنی؟ آه. خب در خانه کارگر زمین خود دیگر کسم هست؟ نه، خودت کارگر خانه هستی و پیسه میره خرچی مصارف روزگار میکنه. خب واز که نانای تا ببینیم که نانای چه قسم هست. دانه چند میفروشی نانا را؟ 20 افغانی. خب فعلا چند تا نانات مانده؟ میشه حساب کنی؟ گفتی که 40 دانه نان میارم. باش ببینیم که از 40 تا چند تا تو فروختی. بلند بلند حساب کرده مای؟ 8. 8 تا؟ نه. 10. 11. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. خب امی یک کس پیدا شد تمام امین نانا را فعلا بخره و از خودت تخفیف بخواهی که امین نانا را دانه چندی میفروشی؟ 20. 20 نه 15 بتی میتی براش؟ نه. کلو شکی بخره؟ نه. باز نقص میکنی نه؟ بخیر باشی. و دای پلوت کی است؟ ای کراچی دیگه است کی است؟ باشین که ایرم پیدا بکنیم نفرشه؟ کراچی دیگه گریخته. گریخته نیست؟ خوب برحال بیاین دوستای عزیز، ایجا آیس کریم است، میریم به طرف آیس کریم ببینیم که آیس کریم فروش چند تا آیس کریم فروخته. سلام. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ شکر. نامتان چی است؟ ناصر. ناصر جان از کجا هستی؟ از جرم. از جرم. چی میفروشی؟ آیس کریم. آیس کریم. آیس کریم پیمان است فکر کنم. آه پیمان. خب چه قسم آیس کریم داری؟ چند به فروش میرسانی؟ بر ما تشریف بده. خب نشان بده بر ما و آیس کریم آواز کو ببینیم که قهوه ایش چه قسم است. اینا دیگه تقریبا خلاصم. تقریبا خلاصم کردی؟ خب چندی میفروشی؟ 5 روپیه. دانه 5 روپیه. یخکیاش 5 روپیه است. قوایاش چند؟ 10. دانه 10 روپیه. امروز چند تا سودا کردی؟ امروز 780 روپیه رفت. 780 روپیه. روزی که خلاص نکنی باز چی میکنی؟ روزی خلاص نکنم با میبرمش خریبش. دوباره میبری و باز بروزی بعد فروخته میشه دیگه. بسیار خوب، موفق باشی، در کارت خیر و برکت. آها زنده باشین. خب دوستای عزیز ایجا یک چی میگن صداقت سوپ و کفته فلافل هم میبینیم. بیاین کمرای بیادر مانم معرفی شویم، خدا کنه که از آمدن ما ناراحت نشده باشین. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ خوب هستین دوستی عزیز؟ شکر است، بخیر باشین. سلامتی، تشکر. نامتون میگین برای بیننده های عزیزی که ما رو بیننده هستن؟ بله صبغت الله. صبغت جان فلافل میفروشی دیگه؟ بله. چندی است فلافلا؟ اینو کد داره پا. چرا قدر خر جور کردی فلافلا؟ چون هم قدر میشه. ما در کابل خریدیم به یک ذره زیاد است. خب فلافل نشان بتین بر من دیگه نه؟ فلافل اینجا است. یا یکی فلافل روبینک داره چی تو؟ گفت نیست. خب نه، اما برگرش آمده کدگی هایی تانه برای ما نشان بتین. نه خب ای چی داره در داخلش؟ ای داخلش 4 دانه کفته داره دیگه. کرم داره، گشنیز داره، ایسوق با هم. چند بفروش میرسه بازمی؟ ای داره با. چطور از فروشاتان؟ شکر است، خوب است. خب روزانه خلاص میکنین دیگه؟ بله
تمام میشه. تمام میشه. چند تا جور میکنین مشخص است یا ای که امتا خودکار پیش آمد و خوش آمد جور میکنین؟ پیش آمد و خوش آمد. بسیار خوب. دیگه چی دارین؟ دیگه سوپا. سوپا واس کنین که ببینیم. این هم سوپ. خب. سوپ مشخص است قیمتش، یعنی که به هر نرخی میفروشین؟ خب گلاس داره اگر در پا 20 روپا 20 روپا که ساش خیلی گرفت. خب سوپتان انشالله خوب مزدان است. خوب است دیگه. خب بگیریم برای ما یک سوپ بتین. ما سوپ شما رو نوش جان کنیم ببینیم که چه قسم سوپ دارین. همینجا میخوریم. خب بله همینجا میخوریم. و ایرا بگوین که در داخل سوپ چی میندازین، تشریح کنین طرز تهیه سوپ بر ما بگوین. طرز تهیه شا؟ خب ما ورای سوپ است دیگه. خب بگو که ما یاد بگیریم، ال گناه نمیشه خنه؟ نه گناه خنه نمیشه، ولی ما وداش ولی ایت پیش مونه سگی برای شما میشم. خب یعنی که شفایی نمیفهمی که اینا خودت پخته نمیکنی؟ خودم پخته میکنم. خب خودت که ما وداش ولی خب سعی نمیفهمی که نه بچیش تو نمیگی که ما یاد میگیریم گفتن. اینا میگه بس فکر کنم. باش که خب بیننده های عزیز این تکمیل شد یا یک کدام چیز دیگه میندازی داخلش؟ خب فکر کنم چی است نه؟ سرکه. سرکه میندازین. خب ما سوپ نوش جان میکنم. دوستای عزیز باشین که جا سوپ آبانم که سوپ معلوم شود دیگه نه؟ اینه ایجا ما سوپ نوش جان میکنم و مزه شبتان میگم که چه قسم است. سوپ بسیار داغ است، همچنان بسیار مزدار. واقعا که پرکیف است این سوپ. انشالله که بازارچه دشت قرق بیاین و از سوپی برادر ما استفاده بکنین. خب دوستای عزیز زینبی سوپ منوش جان میکنم، در ادامه برنامه همراه شما هستم، با ما همراه باشین. سلام علیکم. کاکا مونده نباشین. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر گوش. انشالله خیلی ناراحت نشدین از آمدن. چرا اینقدر ناراحت؟ نامتان چی است؟ نام عبدالرحمن. کاکا عبدالرحمن، ما او دنمو جا صبح میخوردم و از امو دور شما را منظره کردم، نگاه کردم. خوب. گفتم که یک چند دقیقه هم کلام شویم با هم دیگر قصه بکنیم. من فهمیدم که شما بسیار خوش قصه هستین، راست است؟ چرا خوب قصه خوش؟ یعنی میگم قصه جالب جالب داره. نه چی قصه جالب داره، ما یک نامبوی آدم هستیم در دشت قرار. خب این نامبوی ای؟ نامبوی میکنیم. ای خود تانست؟ قصه نامبوی را میگی یا امرو ها هم. نامبوی قم انوار میگن دو نفر دمون شریک شدیم. خب انوار خان شریکت هست. کی هست انوار؟ انوار نان پخته کیسه مصروف هست. انوار غرض نمیگنیم. اینال شما بگوین که روزانه چقدر نان به فروش میرسانین؟ والله ما روزانه در جا گردی سینه نان خونه روز نداریم. ما در جا مثال نام نان همه پر نام پنش چوبخند میبرم نام پانتون. اینال ضربه میزنه دیگه به شما اینا این نانای خانگی خیلیون دیگه مردم غریب مردم استایی یه لغمه کامون امونده اومد این نونی مایده که سطره هم هست نبخرم. یعنی که فروشات خوب ندارین در شب روز؟ با حساب فروش بازار نداره. ما کارم همین کاری قرار داد سید. بسیار خوب. چند ساله هستین شما؟ ما شوید سوید درگون پینجا باشه. پینجا جوان هستین نام خدا. چند بار عروسی کردین؟ یک بار. خب چند فرزند دارین؟ نام خود ده تا. در کل؟ در کل 13 تا. 13 تا. خداوند حفظشان بکنه، طول عمر سعادت نصیبشان بکنه، طول عمر با سعادت البته. خب اینال ای را بر ما بگو، این که چند سال میشه که نانوایی میکنین؟ بودا دم دشت قلق های سال شد دیگه. اقا ما نانوایی بودم اقا 35 سال. در اصل از کجا هستین؟ این فیض آباد. از این فیض آباد از کدام موقعیتش؟ گذر افغانی. گذر افغانی. خب خانه هم فعلا گذر افغانی است؟ نه دنده فعلا دشت قرق مجلس جامعه شهر. خب یعنی آمدین اینجا دیگه اینجا زندگی میکنه. بسیار خوب. قبلا در دشت قرق این قسم یک بازارچه نبود. نام خدا فعلا که ما میبینیم رون را نورنق است و دکان های مختلف جور شده، انواع چیزا پیدا میشه. مثلا اینجا ما سوپ دیدیم، دوها و دیدیم، همچنان فلافل دیدیم. و خدای بزرگوار آرامی رابط آفیاتی رابط عمل قرام باشه. نه منظور می بود که دقیقا بدون شک منظور می بود که در گذشته یک قسم نبود بازار و بازار یک رنگ دیگر به خط گرفته. واقعا که ما از دیدن بازار دشت قراغ امروز لذت بردیم. خدا من اما وقت لذت بردیم. یه چی بگیم؟
خب شما کدام خاطره جالب دارین از زندگی بر ما قصه کنین؟ والا نه بچه فکایی یاد ندارین؟ نه چیزی یاد دارم. کم حوصله هستین، بیشیمه هستین، آزارتان نمیتیم دیگه، بخیر باشین. بخیر باشین دارم. شکری زیاد از شما. ای شما آها زنده باشین، شکری زیاد. نوری گرم نمیخواد. شکری زیاد. خب دوستای عزیز، نام خدای جا تندورم بسیار گرم است و امروی بیادر ما فکر کنم که این نان راست میکنم، امروی صحبت میکنیم. سلام برد، خوب استی؟ سلام شما، خوب استی؟ انشالله که مزایمت نکردیم نکارد. سلام برد. خب از دور من که آمدم قباقی تا چکت ترش کردی طرف من. نه بسی. نام که نام که تا میگی برم؟ نام محمد نعیم. محمد نعیم جان، هوا هم بسیار گرم است، خدا که تمدهی داخل هستی و فکر بکنم که کارتان بسیار سرکیل است، مشکل است. والا خدیه نمی کار نام باعث بخواهی دارم. خب. گرم نیستنه؟ خود وظیفه ای آمده کردن امی راست کردن اینا نداری؟ ها دیگه وظیفه ای من امی ناشکستن است. خب بگو یکان خاطره جالب تا از امی راست کردن اینا. والا خاطره جالب یک شب میخید یک خاطره در کجا میمونه بخش. خب یعنی که خاطره نداری؟ خب زندگی خب سراسر خاطره هاست، هیچ امکان نداره که خودت یک خاطره نداشته باشی، اما داری یا یادت نیست فعلا؟ خیلی یادای تابی کار بانه. آها خود انسان دیگه نرم چیز زیده. خب مکتب خواندین؟ مکتب نخواندین. نخواندین متاسفانه. چرا نخواندین مکتب؟ ما که از این دعو قریه و قصابه بسیار وقت بودیم. در اصل از کجا هستی؟ یفتلی بالا. از یفتلی بالا، فعلا فیض آباد زندگی میکنی؟ سکونات و همین نظیر آباد نمیشنیم شوریک نه. خب عروسی کردین؟ بله جان. خب چند سال میشه از ازدواجتان؟ یک 7 سال میشه. 7 سال میشه. خب خدا کت بخیر باشی، مزایم کارت نمیشیم، انشالله که همیشه سرحال باشی و آرام باشی. شکر از شما. خب کاکای انورم میخواییم که مصاحبهش داشته باشیم، نیفم که امروی ما صحبت میکنه نمیکنه، بیاین میریم طرفش. سلام بر شما، خوب استین؟ شما جور استین؟ صحت شما خوب است؟ اما تا هم کار کنین، اما ما امروی تا قصه میکنیم. نام خدایتان بسیار، هوایی جا گرم است، چطور تعمل میکنین؟ سو گرم است، خیلی زیاد هوا گرم است. آها هوا گرم است. نانا هم بسیار مقبول پخته کردین و پشت روی نان، البته این اگر متوجه باشین بیننده های عزیز، هم پشت نان هم روی نان بسیار سرخه است. اینه نانای گرم معمولا دمو گرم بودنش آدم بخوره زیاد مزه‌دار است. و کاکای انور ایرا بر بابا بگویم که خود نانپزی مسئولیت این نان پختن ای جاره برای داری یکان خاطره از نان پختن که فکرت یکان جای دیگه بوده باشه و نانا را مکمل آتش زده باشی و سخته باشه نانا از پیشن سخته این همه کار نونبایی زگرد دو بجه شو میخیزیم بر علاوه که برای مردم نان بفروش میرسانین ایرا بگویم که نان مردم هم پخته میکنین یا خیر یکان کسا عادت دارن که از خانه آمده میکنن باز میانن پخته, پخته کردن از ورای چند میگیرین؟ 5 روپیه. زواله پنج روپیه. یک زواله ایتان چقدر میشه؟ به حسابی گرم؟ به حسابی طول دیگه. طولش هم گرم است. چقدر میشه؟ 3-4 تا 3.5 تا گرم میشه. خب این همین نانکا قیمتش چند است؟ اینا قیمتش 15-16 روپیه. 16 روپیه به فروش میرسانه. قبلا چند بود؟ قبلا 2000 روپیه. دلیل قیمتی نانه بگوین که چرا قیمت شده؟ قیمتی همین آرد قیمت شده. قیمت یک بزرگ 2800 روپیه. خب اگر طرفی کامره رو ببینیم بسیار خوب بشه. متوجه نانایتون هم باشین که نانایتون هم نسوزه. و خب دی هوای گرم نام خدایتان شما نان پخته میکنین، این کار ساده ای نیست به نظری من. آفرین بر شما، فعلا که من شما را متوجه هستم. مرقایتان سر صورتتان سرازیر شده ایسه. ای را بگوین که عادت کردین برتان دشوار نیست نان پخته کردن؟ ما همین خیلی مسلک من رزگه عادت کرده ایسیم دنی تا پوکسون در 15 سال در پوکسون پزی کردیم بازیم. یعنی سابقا نانوای هسته؟ سابقا نانوای هستیم، مرون 20 سال در پوکسون بودیم. نانوای یا نانبای؟ نانبای. نانبای هست در اصلا؟ نان بای، یعنی که از نان بای هستین؟ نان بای. بسیار خوب کاکای انور، در کارت خیر برکت، همیشه خوش آرام باشی. تشکر از اینکه چند دقیقه با ما صحبت کردین. بخیر باشین، تشکر از شما، خدا نگهدار شما، بخیر باشین. خب دوستای عزیز، در نان بایی بودیم و با ما همراه باشین، میریم به طرف بازار. بیننده های عزیز، آمدیم وسط بازار دشت قراغ و قسمی که شما در تصویر میبینین اینجا تفلک های ماست فروش است. بیاین که امرایشان صحبت بکنیم. سلام، خوب استی؟ نامک چی است؟
گپ بزن منیجا جان، هیچ گپی نیست، پیش بیا، پیش بیا کمی. ما ماس میخریم ازت، خواه؟ ماسو چند است؟ 30 روپیه. 30 روپیه، ماسای تو باز که ببینیم. منیجا جان از کجا هست؟ خانه تان کجا هست؟ نازه. کجا هست؟ نازه. خانه تان اون طرف هست؟ اون طرف. خب این ماستی چی هست؟ گاه. از بز هست؟ از گاه. از گاه. روزانه چند بوتل ماست بفروش میرسانی؟ چند بوتل میاری بفروختن؟ دو دانه. اون ماسای دیگه از کی هست؟ اینه. از کی هست اون ماسای دیگه؟ اینه بچه. خب خودت هستی؟ باش که من از این طرف دور بخورم. بیا بیا این طرف بیا. نام چی هست؟ مرشیده. این طرف بیا. خب این ماسا از خودت هست. روزانه چند قوطی میاری؟ 5 دانه. روی تایی طرف بگی. این را برای بگو که 5 تا که میاری چند تا شب فروش میرسونی، چند تا شب دوباره میبری خانه؟ همه شب میفروشم. در کل؟ خب پیسه‌دار میشی باز میری خانه. دونه چند میفروشی؟ البته قوطی چند میفروشی؟ 30 روپیه. قوطی 30 روپیه. اینال ماسای تا واز میکنی که ما ببینیم؟ واز که ببینیم؟ و بیننده های عزیز ببینه. خب 30 روپیه با فروش میرسانی و ماسای تن فکر کنم که تازه هست. ایره در خانه کی آماده میکنه؟ مادرم. مادر جانت. خودت هم امروش کمک میشه دیگه، میاری به فروش میرسانی. بازی ماستا را امروی قوتیش به فروش میرسانی، امروی مرتبانایش البته، یا ای که خالی دیگه؟ خالی. اگر یک کسی پیدا شوه بگه که من امروی مرتبانایش میخوایم این ماستا بخرم، باز به فروش میرسانی؟ نه. چرا؟ بختری چی؟ بختری چی؟ خب بختری چی؟ خب تشکر از خودت، انشالله که ماسایی تا خلاص کنی. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم نمیگیری؟ نامک چی است؟ فرزانه. فرزانه جان، خواهرک مهربانی من که این بلندتر صحبت که. خانه کجاست؟ خانه. خانه تانا حوزه. از امی دشت قرق هستین؟ ها. اینجا چی میفروشی؟ آیسکریم. امی کراچی از خودت است؟ نه، پدر نوزک نیست. از پدر جانت است و پدر جانت نیست و امی که مواظبت کنی از اینجا. بسیار خوب. خانه کجاست گفتی؟ نزدیک همینجا است؟ ها. بسیار خوب. این چه قسم آیسکریم است؟ چه قسم آیسکریم؟ به نظر من یک آیسکریم متفاوت است. اگر واز کنی بر ما نشان بدی تا اینکه بیننده های عزیزم ببینن. وقتی که اینجا فکر کنم می وسایلش یک قسم مختلف است و متفاوت است. و این دانه چند به فروش می‌رسانین؟ 5 و 10. دانه 5 و 10. خب میشه یک تا برای ما بدر کنی ببینیم چه قسم است؟ نه باز او را چرا ایتا دو داخلی بوشکه اگر میندازی بخاطر چی؟ برای دوستا بگو؟ خطا شده. خب بخاطر خطا شدن هست. داخلش یخ هست. بسیار خوب. اینا لی رو برای ما بده که نوشی جان کنم ببینم مزه چه قسم است؟ خب اینا می چند است؟ 5. 5 روپیه برای ما دادی؟ چرا در پای ندادی؟ با خاطری در پای برای من میداده که پیسه از جیب من نمیره، اینجا تصویر بردار است، پیسه مرا اونم میده، تو باید بر من در پگیره میداده. خب هر صورت این دخترک چیزت میشه؟ همسایه. همسایتان میشه. نام کیرم پرسان میکنیم. نام خدا چی است؟ مرسل. مرسل جان این طرف بیا دیگه. نه نام خدا بجرد معلوم میشه. مرسل جان خانه میجاست؟ دوزه. آیسکریم برات بخریم میخری نوش جان میکنی؟ خب مرسل جان یک آیسکریم بده از طرف ما، از همین آیسکریمی که برای من دادی. خب مکتب میخونی؟ سنفی چند هستی؟ 4. خب چندم نمره هستی در مکتب؟ 4 نمره. این نام خدا لایقم بودی و تلاش هم میکردی در مکتب. خب امروز چند دانه آیسکریم فروختین؟ میفهمی؟ نه این آیسکریم خب فروختن آیسکریم برای پدر جان معلوم است. خب بیننده های عزیز واقعا که آیسکریم طعمی واقعی خوب داره و مزه دار است. من که خوردیستم واقعا که مزه دار است و لذت بردیستم. خب اینال از این پرسان میکنیم از خواهرک محترم ما که مکتب که زمانی که خلاص کردی چی میخوایی شوی داینده؟ معلم. یک معلم میخوای شوی. انشالله که به تمامی آرزوهایت برسی و خوشبخت شوی در زندگی. خب فرزانه جان آیسکریم تنوش جان کردیم، واقعا که مزه‌دار بود، در کارت خیر برکت. امید میبرم که اینمی آیسکریم تا شام مکمل کلش خلاص بکنی. پیسه چند شد؟ 20 روپیه. چند؟ 20. 20 روپیه شد پیسه آیسکریم. اینه پیسه آیسکریمت و تشکر از خودت، وقتت بخیر. خدا حافظ.
خب بیننده های عزیز، فکر بکنم که کاکای ما مصروف و سرگرم است. خب هم مزایمت نمیخواییم به کارشان بکنیم و هم میخواییم که امرایشان گپ بزنیم، هم کارشان بکنن هم امرای ما گپ بزنن. سلام بر شما کاکا جان، خوب هستین؟ علیکم السلام. صحت شما خوب است؟ جور هستی. نامتان چی است؟ در آغاز نامتان را برای کسایی که ما را بینده هستن بگوین. من غلام محمد نامم. نامتان غلام محمد؟ بله. کاکای غلام محمد، فکر کنم موچیگری داریم. بله. چطور از کار و بار، روز و روزگار، زندگی؟ زندگی خوب است شکر. خب روزانه همینجا میباشین؟ بله. زمین از اینکه موچیگری میکنی دیگه کار دیگری نداری؟ نه. خب بسیار خوب. امی موچیگری را میگن یک کاری نسبتا مشکل است، راست است؟ خیلی مشکل است. زحمت زیاد کار داره. فکر کنم خودت تکنیکی هستی و مسلکی میدوزی امی بوتا را. این را بر بابا بگوین که چند سال هستین شما؟ ها؟ 37 ساله. 37 ساله عروسی کردین دیگه طبعا. بله. خب چند بار عروسی کردین؟ یک بار عروسی کردین. چند فرزند دارین؟ 7 تا. فرزند. خداوند حفظشان بکنه. مزایم کار شما نمیشیم، به کارتون ادامه بدین. تشکر از شما. دوستای عزیز، رسیدیم به دکان میوه فروشی و ترکاری فروشی. بیاین بپرسیم که امی دکاندار کی است؟ دکاندارم خیلی مصروف به نظر میرسه و امی دکاندار کی است؟ ببخشین شما هستین؟ اول کارتان خلاص کنیم باز بیاین به طرف ما، تا وقتی که کاکا کارش خلاص میکنه امرای کاکا صحبت میکنیم. سلام بر شما. سلام. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر پذیر. من که اونجا که گپ میزدم شما کدام چیز گفتین؟ من نفهمیدم چی گفتین؟ من چی نگفتم، من گفتم دکاندار بیا گپ بده با خودت. از کجا هستین شما؟ این بدخشان. خب میلی صحبت کردن فکر کنم داشتین، میخواستین گپ بزنین؟ گپ میدم، شاید گپای شما را جواب دادن. نه خدا نکنه، گپای ما مشکل نیست، گپای آن فهم داریم و سوالات مشکل از شما نمیپرسیم. از کجا هستین؟ خودی بدخشان. از خودی بدخشان. موقعیت تانه بگوین مشخص. شهر فیض آباد. شاری فیض آباد. خب دمی دشت قرق زندگی نمی کنی؟ دشت قرق زندگی. چند سال میشه که در دشت قرق هستین؟ تقریبا یک 6-7 سال میشه. 6-7 سال. شما زنده باشین. تشکر. همی که دیدم تان خواستم امرویتون گفت بزن. تشکر از شما. آها زنده و سلامت باشین. خب میریم به طرف دکاندار ببینیم که بیکار شدن یا خیر میبخشین. شما یک طرف ایستاد شوین. خب سلام کاکا جان. سلام علیکم. سیال داریم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت. چی داشتین ددان که مرا امرایتون که گپ زدم او را؟ بعد نمیشد که خیلی از گپ زد. دانتان بیمزه کردین مگر؟ نه مثلا نیست. دکان از شما هست؟ دکان از عبدالملک. خب شما چی میکنین اینجا؟ ما سودا میخرم. سودا میخرین؟ چی میخریدین برای بیگه؟ من نان از نانوایی خریدم، خربزه خریدم میرم. خربزه رو سری چند خریدین؟ 150. سری 150. به نظرتان فصل خربزه است، همین خربزه قیمت نیست سری 150؟ قیمت است در این فصل که باید خربزه باید 70-80-60 روپه باشه. آل 150 یک سری خربزه مشکل است برای یک آدمی که کار و بار نداره، پول نداره. واقعا که راست میگین. بسیار تشکر از شما. دلیلی که خربزه چرا قیمت است انشالله که از دکاندار پرسند خواد کردیم. و شما سنتانه برای ما بگین که چند ساله هستین؟ سنی من 80. 80. نام خدا 80 ساله هستین، ظاهری بسیار جوان دارین. خیلی نمید خدا نمیره خم خب. نگه من باشید. از همیجا هستین؟ من از همیجا از دفتر هستم، در همیجا میشینم، در شهر فیض آباد. از یفتر چند سال میشه که در بدخشان زندگی میکنین؟ بدخشان حتی از وقت تولدم دمی بدخشان هستم. بالاخره حتماً که یفتل رفت آمد دارین دیگه؟ چیز مانم هست، وطن مانم جاست. افتلی بالا. افتلی بالا خریه شوی کلام. خواه یفتل جای مشهورش کجا هست؟ یک جای مشهور یفتل بر ما نام بگیریم. مشهور جایش که زیاد مشهور باشه مردم که یفتل می روید. از چی نگاه؟ از چی نگاه مشهور؟ از نگاه زیبایی، طبیعت، سرسبزی، از نگاه میوه، از هر نگاه دیگه. خب زیبا... یک جایی مثلا یک جایش که برای تفریح ما... زیباترینش بارک است و این منطقه است که اونجا بارک نام داره در همین کشور افغانستان. دیگه روش دیگه هستن دیگه تو پیش رفتنیست. کاکا جان میشه بر ما بگوین که یک خاطره که در طول عمرتان برتان جالب بوده باشه و خاطره خوش بوده باشه اونم را بر ما بگوین. یک خاطره که چی میگن همیشه ماندگار، یادگار همیشه برتان بوده.
زندگی خسر و سر خودش خاطره هاست. طبعا که ده 80 سالی که شما زندگی کردین حتما که شما یک خاطره نه یک خاطره دارین. من خاطراتش بگم، من خاطرات من می که من خودم در زمانی که خود جوان بودم کارم آبرسانی به چا میذارم، چاکن چاکن بودین؟ چا میذارم خب در ایران چاهای عمیق میذارم برای آبرسانی کشاوردی باغ مثلا عادی نباتات این چیزا. خب بعد از او باز از اونجا اومدیم به وطن، به وطن اومدیم اینجا هم کار منامی بود. خب کار منامی بود باز از اون آره دیگه از پروردگار دیگه از اون چیزا دیگه باز نشست شدیم. باز نشست شدیم. خب برحال تجربه چاکنی رم داشتین. امی میگن چاکن در چاست، شما در چا بودین دیگه؟ او درست از چاکنی در چاست که او بر علیه دیگری چا میکنه. خب امیره شما برای ما تحلیل کنین یک کمی چرا میگن که چاکن در چاست؟ تو چای کنده ای در دل که خلقی را براندازی به به نمیترسی از آن چایی که خود را در میان بینی. یک بار دیگر هم تکرار بکنین این همی شعرتانه؟ به تنگی لحد افتی به حال زار میگری پسر در ویزه و زن در کنار دیگران بینی. بسیار عالی، بسیار قشنگ. اینالی بگوین که شعرتان چی معنا داشت؟ خب همین معنایش همی که گفتم که چاکنی که بر علیه دیگری چا میکنه او خودش با چا میگرد. شوخی کردیم امرایتان. کاکا جان عمری دراز و با سعادت داشته باشین. تشکر از شما که امروی ما صحبت کردین. سلامت باشین. بخیر باشین. خب میریم به طرف دکاندار. سلام بر شما برادر، خوب هستین؟ سچ شما خوب هست؟ الله بخیر باشین. نامتان چی است؟ عبدالملک هستم. ملک جان مزایمی کارت نمیشیم ام کارت بکنم امروی ما صحبت کردین. این فکر کنم یک تعداد کس اومدن برای سودا خریدن. مشکل نیست، هر کسی که سودا میگیره صدا بزنه، من برای همکاری میکنم بر سودا میتم. درست است؟ خیر بینید. چند سال میشه که در اینجا دکاندار هستین؟ در اینجا 7 سال میشه. 7 سال میشه. در اصل از کجا هستین شما؟ ما در اصل از افتلی علی هست. از کجا؟ افتلی بالا. افتلی بالا. خانه کجا؟ همین ناحیه 6. ناحیه 6 دمی دشت قرق زندگی میکنین. 7 سال میشه که دکاندار هستین. بله. چه قسم چیزا میفروشین در دکانتان؟ نام بگیرین. مثلا ترکاری، میوه. بگم میوه. از میوه بگین. میوه چند شده؟ قیمتی میوه کدومش مثلا؟ انگور بگوین چند است؟ انگور 400. خب میوه هایتان معرفی کنین، مر میوه که دانی قیمت هایش را مشخص کنین بگوین. انگور 100 روپس، چورکش خربزه 150، تربزه 140. دلیلی پیشتر کاکارم پرسان کردیم، این حال از شما دوباره پرسان میکنیم که دلیل قیمت بودن خربزه خودش هم در فصل خربزه چی است؟ اگرچه خب فصل خربزه هست، خربزه باید ارزان باشه. سری 150 واقعا که شکایت کردن یک تعداد، گفتن که قیمت است سری خربزه. البته دلیلش قیمت بودن تیل است که از مثلا تخار قنداز جا میاد. خب نگار دلیل بر گفته مثلا تجارای ما گمرکات زیاد میگیرن، اونا مجبور هستن بالای مردم یا تحویل کنن. چند قسم خربزه داره؟ نمی خربزه هم انواع مختلف داره. خربزه وطنی است و خربزه باز از منطقه ما شما که نباشه او را ما وطنی نمیگن. نه ما فعلا یک قسم خربزه داریم به نام غازی خانی. او از کجا میاد؟ او از امام سیف قندز. اگر امو خربزه را برای بیننده های عزیز نشان بدین بسیار خوش میشیم. بفرمایید بگیرین خربزه را و کم پیشتر بریم. خب پایین شوین. این کاکا بخیر باشین. سودارم گرفت کاکا رفت بخیر و این خربزه نه طول نکه دیگه. آلی دیدنش مفت از هیچ مشکل نیست، اما یک بای میکنیم دیگه. خیر استم. آلی ممکن که من تمام اجناس دکان تا بای کنم؟ باز بای منو نیست که بخریم دیگه. ما شوخی کردیم امرایتان. این را بگوین که سه برخش چند میفروشین؟ سه برخش 4.70. 4.70 رخشی زراعتی نیست؟ مقصد هم نه وطنی است. وطنی است. خب خربزه وطنی ندارین؟ نداریم. نه وطنی ندارین. بخیر باشین، خیلی به کارتان برسین. تشکر. زنده باشین. خب بیننده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. این بود برنامه که خدمت شما تقدیم کردیم. تشکر از اینکه ما را بیننده بودین. تا برنامه های آینده خدا نگهداری همه ما شما.